سلام و وقت بخیر به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه مدعی نشر است. ظاهرا دیده می شود که تنش‌ها میان حکومت افغانستان و آمریکا روی امضای قرارداد امنیتی و دفاعی از پیش هم شدیدتر شده است. رئیس جمهور کرزی روز شنبه در یک نشست خبری بار دیگر با الفاظ تند علیه آمریکایی‌ها سخنرانی کرد. رئیس جمهور کرزی گفت که او زیر فشار شدیدی قرار دارد تا قرارداد امنیتی را امضا کند. آقای کرزی در قسمتی از سخنان خود مقایسه تاریخی را انجام داد و گفت فشاری که بالای امیر عبدالرحمن خان برای امضای مائده دیورند وجود داشت، اکنون همین گونه فشار بر او نیز به خاطر امضای قرارداد امنیتی وجود دارد. به گفته آقای کرزی، اگر آمریکا صلح را به افغانستان نیاورد، امضای قرارداد امنیتی عواقب بدتر از مائده دیورند و گندمک را به کشور خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی طالبان و قطع کمک‌ها به افغانستان را از فشارهایی می‌داند که از سوی آمریکا بر وی برای امضای قرارداد امنیتی وارد می‌شود. عبدالرحمن خان در عین حالت سره مخامخ خو لکه نن چې موږ مخامخ یو دلته نن موږ په پاکستان او د طالبانو په حملو تهدیدیږو چې که قرارداد رانه کړي پاکستان راځي او طالبان راځي نشي دي هلته عبدالرحمن خان په روس تهدیدیدی که دا رانه کړي روس راځي دلته موږ تهدیدیږو که قرارداد رانه کړي پیسې درباندې بندوو هلته عین تهدید عبدالرحمن خان ته وي چې که قرارداد رانه کړي پیسې درباندې بندوو رئیس جمهور کرزی افزود و از ضررهای قرارداد امنیتی به افغانستان کاملا مطمئن است، اما از منافعی که این پیمان برای مردم افغانستان دارد مطمئن نمی باشد. رئیس جمهور تاکید کرد که مردم افغانستان در لوی جرگی مشورتی بیش از 30 مورد پیشنهاد داشتند و عمدترین شرط آن هم آوردن صلح است. به گفته آقای کرزی، اگر این قرارداد بدون در نظر گرفتن خواستهای مردم افغانستان امضا شود، به قانون جفا خواهد بود. دست متحد مجنه وارو چه غلط و اغلا وکه ده کور خوان توای کور ساد. یا به دغله سره متحد یا به د کور د خاوند سره متحد نو د افغانستان د خلکو لپاره وضاحت ډیر حیاتي او ضروري دی. موږ په ګونګه او ناواضح اوضاع کې امنیتي تړون نسو امضا کولی، ور چې په عواقبه و مثبتې خواته ډاډه نه یو، بلکه په عواقب و منفی جهت چې د افغانستان به پکې زیان او تاوان وي هلته مطمئن یو. رئیس جمهوری بار دیگر تاکید کرد که تامین صلح افغانستان در دستان آمریکا و پاکستان است. آقای کرزی هشدار داد که تا زمان برقراری صلح و آغاز مذاکرات صلح با طالبان قرارداد امنیتی را امضا نخواهد کرد. به باور رئیس جمهور تا کنون هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که آمریکا برای صلح در افغانستان تلاش میکند. 100% با تمام مانا عقیدیم است، با اساس معلومات و تجربه که دارم که صلح افغانستان بستگی مستقیم به امریکا و پاکستان دارد. اگر امریکا و پاکستان با ما صادقانه عمل کنند و خواسته باشند، در کشور ما صلح میاد و پروسه صلح آغاز میشه. اگر یکی از این کشورها در این راستا صادق نیست، دیگریش به ما بیایه و بگوی که همکار ما در این مورد صادق نیست. رئیس جمهور کرزی میگوید هرگز حاضر نیست تا قرارداد امنیتی را با بهای خون مردم افغانستان امضا کند. آقای کرزی افزود آمریکا و ناتو نباید این تقاضا را داشته باشند تا در افغانستان وضعیت نیمه جنگی باشد و از این طریق منافع خود را تأمین کنند. و هشدار داد که هرگز زیر بار فشار نمی رود و اگر آمریکا می خواهد افغانستان را ترک کند، به زودی این کار را انجام دهد. آمریکا و ناتو از ما این توقع را نداشته باشه که افغانستان برای ابد در یک حالت نیمه جنگ و ناامنی زندگی کنه. ما مثل هر ملت دیگه جهان حق زندگی با امن و با عزت داریم و حق داریم که بو کوشش کنیم و بو خود برسانیم. ما رابط با آمریکا میخواییم، ما زندگی مسالمت‌آمیز با جهان میخواییم، زندگی دوستانه میخواییم، رابط نزدیک میخواییم، ولی این رابط نمیتونه که منفعت اینا را به قیمت حیات مردم افغانستان تضمین کنه. رئیس جمهور کشور گفت
که تجربه کار چندین سالش با خارجیان و ایران گران کرده است که اگر خواست حکومت افغانستان برای امضا شدن قرارداد امنیتی از سوی آمریکا پذیرفته نشود و این قرارداد امضا شود، کشور را به حکومت ملک الطوایفی مبدل خواهد کرد. باز هم خوش آمدید بیننده آخر خط. از نور سید آقایان، مولانا فرید، آقای امور سیاسی و سید حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید میمان عزیز. آقای فرید، با شما آغاز میکنم که حرفای رئیس جمهور دیروز هم و حالا در گزارش هم شنیدین، واقعا فکر میکنین رئیس جمهور کرزی با این گونه موضع گیری ها و حرفایی که در این روزهای راه میکنه در پی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم، همکاران شما و جناب بلخابی صاحب، ما با یک قسمت گپ های رئیس جمهور افغانستان تا حدود موافق هستم، به این معنا که در این شک نیست که امریکایی ها در افغانستان مرتکب اشتباهات شدن، به این شک نیست که برخی از مقامات امریکایی شناخت درستی از افغانستان نداشتن، و ای هم درست از جنگی که در افغانستان تحت عنوان مبارزه با تروریسم برا انداخته شده است به دلیل مسئول بودن شبکه های حمایتی تروریسم و طالبان در خارج از افغانستان، کشور ما ضرباتی را متحمل شده است. اما کل واقعیت این است که رئیس جمهور افغانستان میگوید، بلکه یک بخش مهمی از مسئولیت ها متوجه رهبری افغانستان جناب آقای کرزی هم میگردد، به خاطر که جنابشان ببینین اگر هدفشان از حل مناقشات افغانستان یا مشکلات دیپلماتیک افغانستان با متحدین استراتژیکش باشد، ضرورت بر رسانه ساختن موضوعات و اختلافات در میان امریکا و افغانستان نیست. شما ببینین نتیجه رسانه ساختن اختلافات امریکا و افغانستان به سود کیست؟ آیا مردم افغانستان در یک هفته یا هفته ها منتظر می باشند تا یک مقدار صحبت های پراگنده و صحبت های احساساتی و پر از عواطف و عاری از ادبیات دیپلماتیک رئیس جمهور خود بشنوند؟ و صحبت های هم که هیچ نوع کمکی به حل اختلافات افغانستان با متحدینش نمی کند و همچنان تشویش و سرگردانی و سردرگمی مردم افغانستان و سردرگم بودن رئیس جمهور افغانستان در مسائل سیاسی هم به نمایش می گذارد. ببینین ما خدمتتان عرض می کنم، رئیس جمهور در صحبتهایشان گفتن که هیچ وقت مردم افغانستان همچی قرارداد را نمی پذیرن. من فکر میکنم که فقط رئیس جمهوری افغانستان این قرارداد نمیپذیرد. ما شاهد هستیم پارلمان افغانستان طرفدار امضای قرارداد است، کابینه رئیس جمهور طرفدار امضای قرارداد است، حتی بزرگوارایی که در کنفرانس مطبوعاتی در کنارش نشسته بودن و میگن که اکثر صحبتهایشان اونا نوشته میکنن، مقالاتی که میخوانه رئیس جمهور اونا نوشته میکنن، برش اونا طرفدار امضای پیمان هستند. جامعه سیاسی افغانستان طرفدار امضای پیمان است، جامعه مدنی افغانستان طرفدار امضای پیمان است، جرگه مشورتی که خودشان دایر کرده بودند، افراد دستچین شده را آورده بودند، از جنوب و غرب و شرق افغانستان بودند، حتی از مناطقی که رئیس جمهور با دروغ به نام از اشک تمساح میرزانه که خانه‌هایشان بمبار شده است، عمو مردم تصویب کردند، مشوره دادند که باید قرارداد امنیتی امضا شود. فقط در اینجا تنها کسی که نمیخواهد و نام مردم افغانستان به سر زبان میارد او رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی. آقای فرید، الان چی که رئیس جمهور نگرانی داره و تاکید کرد در گزارش هم شنیدیم، مسئله وضعیت گنگ و نوازی است که پیمان امنیتی میگه امضا شود. واقعا فکر میکنیم وضعیت با این وضعیتی که الان آمریکا تاکید میکنه و شرایطی هم که افغانستان داره، اگر پیمان امضا شود باز هم او وضعیت این پیمان نامعلوم است؟ ما سوالی که از جناب رئیس جمهور افغانستان دارم، ببینین پیمان امنیتی افغانستان جزء از پیمان مادر که پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکا است میباشد که او را خود رئیس جمهور امضا کرده، او جزء از پیمان است. ببینین یک سال قبل رئیس جمهور افغانستان در جرگه مشورتی با حمایت تام عام و تام از او
از امضای او پیمان او پیمان امضا کردن. ببینین ما یک گپ دیگر برای مردم افغانستان میگم. ببینین به نظر ما گپ رئیس جمهور آنقدر سخیف و یک سلسله چرندیات است که در هیچ قاموس سیاست نمی گنجد. به این معنا ببینین رئیس جمهور افغانستان میگه که امریکا طالب پرورش میده، فابریکه طالب سازی جور کرده است، امریکا مثل دشمن با معامل میکند. ببینین وقتی که خودتی برداشت، یا جوی بایدن گفت که ما بکرام و بندیخانه افغانها تبدیل میکنم، این مسائل کی میگوید؟ باید دشمن بگوید. وقتی که مسائل از زبان امریکایی میشنی، تو میشنیدی و اطلاعات دقیق داری که امریکا دشمن سازی میکنن، فابریکه طالب سازی جور کردن، بالاخره امریکا دشمن است. پس چطور یک رئیس جمهوری که خود رئیس جمهور مشروع افغانستان قلم داد میکند با دشمن پیمان استراتژیک امضا کردی؟ و چطور ظرف 10 سال تو اجازه دادی یا 12 سال او دشمن بیاید افراد نظامی تو را تعلیم و تربیت بکند؟ بله، حالا رئیس جمهور میگه که عمل کرده 12 ساله امریکا در افغانستان نشان داده که ببینید واقعا امریکا نیت صداقت برای آوردن صلح در افغانستان نداره. نظر به گپ رئیس جمهور، عدم صادق بودن امریکا با ارتباط قضایا در افغانستان با گفته خودشان 6 سال قبل در مذاکراتی که با جوی بایدن بوده ثابت شده است. اما ما از رئیس جمهور افغانستان سوال میکنم، شما به حیث زعیم ملت افغانستان، شما به حیث رئیس جمهور افغانستان، زمانی که یک سناتور در ارگ شما میاد، در حضور شما میگوید ما مردم افغانستان اکثریتش با مجرد شک کردن در زندان میاندازیم، ببینین این توهین به یک ملت است. در حضور رئیس جمهورش باید رئیس جمهور افغانستان در همون زمان، در همان زمان، در همون تاریخ به ملت میگفتن که امریکا همکار صادق نیست، دشمن تراش است. حالا که دو ما از حکومتشان مانده و منظور چیست؟ رئیس جمهور بیچاره، رئیس جمهور درمانده ما که تمام مردم این تنهاست، تمام مردم یک طرف است. ببینین در وقتی که دو ما از حکومتش مانده، هر اندازه ای که پافشاری کرد، فکر میکنم خواستهای شخصی که داشت در برابر خواستهای شخصیشان دنیا تسلیم نشدن و آله در دو ماهی که از عمرش مانده مثل شاشجا که در اخیر حکومتش جهاد فتوا داد، اینا میخواین از خود یک شخصیت مستقل، آزاداندیش، ملی، معتقد به منافع افغانستان قلم داد کنه. بله، اگر واقعا این بر مبنای گفته های شما این گونه باشه که رئیس جمهور در گذشته حالا به هر نوع و هر گونه ای که بوده تا این روز با آمریکا مدارا کرده که شریک استراتژیک افغانستان و حامی افغانستان بوده، اما در پایان کارش میگه امروز نیتی آمریکا را در قبال افغانستان برای مردم افغانستان بازگو میکنه که آمریکا صادق نیست و این گونه نیتی داره در قبال افغانستان، باز هم واقعا جای پرسش و انتقاد است. ببینین پرسش از چند لحاظ پرسش است. وقتی که شما در آخر خط که برنامه شما مست رسیدین رئیس جمهور، دو ماه از مدت کاریتون مانده، شما دو نیت دارین. یا میخواین بحران سازی بکنین، انتخابات و پروسه انتخابات به چالش بکشین. بله فکر می کنم بله. یا میخواین، یا شما میخواین که از طریق ارائه کردن یک سلسله مطالب واهی و غیر مسئولانه ذهن عوام مردم افغانستان بفریبید، و یا هم میخواین که با این موقف گیریای ضد نقیزتان دوباره از شما بخواین که آن چیزی را که شما در افغانستان میخواین ما قبول داریم؟ بله، و کدام این گزینه ها فکر میکنین قریب به واقعیت است؟ من فکر میکنم هر سه گزینش در قسمت ای آدم قرین به حقیقت است و رئیس جمهور هیچ نوع منافع افغانستان در نظر ندارد. اگر این منافع افغانستان در نظر میداشت، روزی که پیره‌دار عزیز سگ امریکایی بود، روزی که بزرگوار تیاری امریکایی آورد در ارگ ریاست جمهوری رئیس جمهور اعلام کرد، روزی که بزرگوار پیش ارتش امریکا در ارزگان با کشتار مردم ارزگان آمد قندار اشغال کرد، در او وقت نفهمید که امریکایی دوستان متحد و دوستان صادق استراتژیک و به خاطر منافع افغانستان در اینجا نیامدین؟ و آره که دو مانده این مدنبه میگوین؟ خیلی سپاس. آقای بلخابی، شما چگونه بررسی میکنین حرفای اخیر رئیس جمهور، به خصوص نیاتی را که امریکا در قبال افغانستان داره و امروز رئیس جمهور پس از 12 سال اومده افشاگری میکنه و به مردم افغانستان میگه؟ تا
تشکر از شما بر سلام به معذر بینندگان تلویزیون خوب شما و جناب مولانا و شخص شما. اجازه بدین که ما به عنوان مقدمه و مدخل ورود بس نکاتی عرض کنم. چنان که جناب مولانا فرمودن، ما در این قسمتی که پاکستان در امر مبارزه با تروریست یا پروسه مذاکره مؤثریت داره، ما هم همین نظر داریم، ما و شما، و اینکه آمریکا بالاخره در پروسه صلح مؤثریت خود داره و ما هم همین باور داریم، دیگه شکی نیست. اما ببین شما، نقص کار و عوارض این مباحث در کجاست؟ اگر ما امروز دانستیم که آمریکا در امر مبارزه با تروریست صداقت نداره، ما اگر امروز متوجه شدیم که در پروسه صلح اون چنانه که بعد بالاخره جدی وارد شوه نمی شوه و بعد در امر بالاخره از بین بردن لانه های تروریست در منطقه بالای پاکستان که متحد سابق انگلیس و آمریکا از فشار بیاره چرا نمی شوه؟ اینا سوالات تاریخی ماست. اما من میخوام عرض بکنم که ببین شما، چرا اینجور این رقم شده؟ به دلیل از اینکه اولا جناب رئیس جمهور باید از اول متوجه از قضیه می بود. این دو دوره ریاست جمهوری کرده، دوره موقت هم این رئیس جمهور بوده، میشه سه دوره. تا به امروز این تازه نیومده که این بحث را، این فصل را، این باب را مطرح کنه. خوب شما متوجه حرف من باشین، ای بالاخره یک دوره قبل از این کسی دیگه ای نبوده که امروز آمده با شد و مد این مباحث مطرح میکنه. اون وقت میزیبید در دوران موقت جناب عالی خودش بوده، در دوران ریاست جمهوری مرحله اول خودش بوده، در این دوره هم خودش بوده. چرا فعلا از خواب بیدار شده؟ چرا فعلا بالاخره متوجه شده؟ اگر از قبل نمیفهمیده و متوجه نبوده و باریکی های قضیه را نمیفهمیده، بازم یک قصوری در برابر تاریخ و این ملت است. یک یا نه میفهمیده، کتمان میکرده، متوجه بوده، بالاخره سهلنگاری میشده، باز اجا مقصر مشخصه که کی هست. میخوام این طرز بکنم، اگر بالاخره آمریکا 180 درجه در یک دو ماه اخیر که تغییر موضع نداده، متوجه شدین؟ در این اواخر که پاکستان بد نشده، در این اواخر متحدین خارجین ما پشت به ما که نکرده، و اگر اینا بالاخره تازه فهمیده بعد از 12 سال نیت خوبی بالاخره متحدین یا نیتی بد از اینا را، این نیت از اول مشخص بوده. ببین شما، رئیس جمهور خودش هم اشاره میکنه، میخوام بگم همینه. نه، اینجا گپ جای دیگه است. اون روزگاری که این بالاخره خودش بوده، اون روزگاری که هنوز به اختتام نرسیده، اون روزگاری که بالاخره خودش جولان میداده، اون روزگار اینا سلنگاری کردن. به این دلیل از همین میز ما به شما یک شب دیگه عرض کردم که وقتی که فساد بالا میه، بعد از 12 سال جناب رئیس جمهوری ما میگه که من از قرارداد خارجی ها خبر ندارم، من از کمپانیایی که سرکای کلان بالاخره کشور قرارداد میکنه به من حساب نداره، مشاورین خارجی که $1,000,000 در اینجا یا $80,000 یا ای اگر مبالغ است همون $30,000 اینجا گرفته، من خبر ندارم. یعنی چی؟ ای عریضه کردن به سر کیسه؟ آیا به سر شخص خود من نیست وقتی ای داره میکنم؟ شما ببینین، بیاین بحث یک مقداری از احساسات دور ببریم، منطقی بحث بکنیم. اگر خدمت شما در این قسمت این عوارض بوده، یک مرتبه نمیگفت. امروز اگر سوء تفاهم در نقطه نظرات جناب رئیس جمهور است و مردم بالاخره میگه که از این عنوان ابزار و سوء استفاده به عنوان وسیله استفاده میکنه، این بالاخره مزنه رو نبه خوش پیدا میکرد. از اول نرم نرم این موازی را و این موقف گیرا میبود، خوب میبود و مردم امهنگ بود. دو، شما ببینین در این قسمت ما اگر میخواییم بالاخره آل ایس داریم، این رئیس جمهوری کشور هسته، این رفراندوم انجام داد، جرگه مشورتی را هم انجام داد، بالاخره نظر مردم هم گرفت، آیا بالاخره بدیلی در این قسمت داره؟ ببین شما، اظهار نظر در افغانستان، من یک وکیل مردم هستم، یک آدم بسیار ضعیف و بیچاره هستم،
اظهار نظر در افغانستان مفت است، بی پول، و بر اساس منافع ملی و مساله اولیای کشور نیست. آقا هر کی به ساز خودش بالاخره اظهار نظر میکنه، اولا اظهار نظر بر اساس منافع ملی باشه، اظهار نظر جناب رئیس جمهور بر اساس بالاخره مساله اولیای کشور باشه. خب نیست فکر میکنیم اینا لینه میخوام تحلیل میکنم، اجازه بدین. وقتی که ما میخواییم در برابر یک متحد، دوست، مخالف، دوستی دیروز، دشمنی امروز، هرچه که مردم تعبیر میکنه صدای ما را میشنوه، وقتی ما میخواییم 180 درجه تغییر نظر بدیم، بگیم آقا برای چی بدیل داریم؟ او کسی که تمام بالاخره امی تمویل کننده سکتورای امنیتی ماست، او کسی که بالاخره تمویل کننده بخش انکشافی توسعه ماست، اون کسی بالاخره که امروز در بخش های گوناگون تمویل میکنه، ما وقتی میگیم فورا حرکت بکن، چه جاگزین داریم؟ در بخش اقتصادی، در بخش امنیتی، در بخش توسعه و انکشاف، در بخش بالاخره اما بخش هایی که ما امروز مثل بالاخره که تنفس نمیکشیم، اینه می تو ضرورت داریم، همین رقم چی بدیل داریم؟ چی جاگزین داریم؟ این خود در یک گونه میشه، این به غرق کردن میبره مردمه. بله، اما رئیس جمهور شرط داره، شرایط باید برآورده شود که قرار داریم میخوام به همون نقطه برسم. جناب رئیس جمهور میگه که صلح باید بیه، منم میگم صلح باید بیه، اما این مردم هم میگه صلح باید بیه، خانواده شهدا هم فریاد میزنه صلح بیه، درسته؟ پس خواست مردم افغانستان هم است و گفته های رئیس جمهور میتونه در راستای منافع ملی تلقی شوه. ولی این بالاخره خانواده شهید هم میگه صلح بیا، 650 نفر اعلان نکن بدون بالاخره محاکمه ثلاثه. این مردم هم میگه صلح بیا، 88 نفری که خطرناک است این راه نشوه. مردم میگه صلح بیا، این کسی که بالاخره به من داغ بالاخره فرزند و جهان مونده اینا محاکمه شه. مردم هم میگه صلح بیا، ولی بالاخره این رقم صلح نه. چرا؟ 6 سال بالاخره شورای عالی صلح با اون کمیسیون تحکیم صلح که عزت صاحب در رأس بود اینا چی کرد؟ آخه نمیشه که یک شبه ما بالاخره این ایخو یک کوزه لایی به قول افغانی نیست که بالاخره این شب جور بکنه. این زمان میبره، این مقدمات لازم داره، این لوازم لازم داره، این برنامه لازم داره. ولی ما میخوایم ایتو بگیم که مردم را در یک تنگنا قرار نده. دو نکته ای که بالاخره است، این صدای ملت است. امروز صدای ملت از پارلمان کشور، از لوی جرگه مشورتی کشور، از جامعه مدنی کشور، از جامعه بالاخره روشنفکری کشور، از گوشه کنار از مملکت فریاد میزنه، میگه که ما چاره نداریم از اینکه ما یک عقبگرد تاریخی بکنیم در این کشور، باز یک سایه سیاه بالاخره ظلمانی در اینجا بالاخره اینجا اویدا شوه، بیای بالاخره سایه افکنه. ما مجبور هستیم از باب اولویت ترجیح بعد بالاخره این پیمان امنیتی امضا شوه، ولی بالاخره بلی شرایط در دراز مدت در نظر گرفت. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط از نور رسید. آقای فریدالله، آنچه که ظاهرا باعث به وجود آمدن تنش های اخیر میان افغانستان و آمریکا شده مسئله امضای قرارداد امنیتی است. واقعا فکر میکنین حالا شرایط تازه‌ای که رئیس جمهور در امضای قرارداد وضع کرده باعث به بنبست کشاندن پیمان و به وجود آمدن چنین وضعیت بین آمریکا و افغانستان شده و یا هم مسائل دیگری هم در تشنج و تنش داخل است؟ ببینید، ما ترجیح میدم کمی مستندتر صحبت کنیم. بفرمایید. و صحبتایی که میکنیم فرموده جناب بلخوابی صاحب، صحبتای عقدی یا احساساتی یا عاری از واقعیت های تاریخی نباشد. ما ایتو خدمتتون عرض میکنم که تقریبا در حدود 1.5 سال روی قرارداد امنیتی با امریکا جانب افغانستان مذاکره داشتند. 1.5 سال مدتی که به بنبست از این مذاکراتشان روی بعض مواد خاص مقامات امریکایی آمدن از نزدیک با رئیس جمهور بحث های فشرده داشتن به شمول وزیر خارجهشان، و بعدا در یک کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان در کنار وزیر خارجه امریکا به ملت افغانستان اطمینان دادن که ما روی تمام مواد قرارداد به توافق رسیدیم.
ببینید روی تمام مواد قرارداد به توافق رسیدیم، فقط موضوعی که باقی مانده صلاحیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان است و این فیصله روی ماده نه در حیطه صلاحیت حکومت افغانستان است و نه در حیطه صلاحیت حکومت امریکا، و هر هدفی که جناب کرزی داشتن او را گذاشتن به جرگه مشورتی. جرگه مشورتی هم رئیس جمهور مطابق میل خواست خودش توسط والی ها، قماندان های امنیه، رئیس های امنیت، شاروال ها دستچین کرده افرادی که بیانگر نقطه نظرات حکومت بودن و را مرکز دعوت کردن و در تمام کمیته های جرگه رؤسای تعیین شد که به نحوی با حکومت نزدیک بودن. ببینید همچنان رئیس جمهوری افغانستان در روز افتتاح جرگه از امضای پیمان امنیتی با امریکا شدید دفاع کرد، حمایت ضمنی خود اعلام کرد و گفت این پیمان به خیر افغانستان است و یک نکته را اضافه کرد که ما در این پیمان دست پای امریکایی ها را بسته کردیم و تمام مواد پیمان به نفع افغانستان میچرخد. این صحبت هایی است که جناب رئیس جمهور کردیم. ببینین اگر شرایط جناب رئیس جمهور ما بسیار مهم بود چرا در ظرف 1.5 سال یا 18 ماهی که مذاکره کردن یا جزی پیمان نساختن؟ ببینین چقدر شرایط سخیف بود. ببین یک از شرایط چنی بود که دو شرط دادن. یک از شرایط است که امریکا با ما صلح بیارد، شرط دومشون با ما انتخابات خوب بکند. ببینین که الان از این شرط صرف نظر کرده و یادواری نمیشه. من میایم سر از او کرد. ببینین خو جناب رئیس جمهور، آیا مردم افغانستان شاهد نیستند که شما بارها از طریق مطبوعات به جهانیان مخصوصا به خارجی ها اخطار دادید که در پروسه صلح افغانستان مداخله نکنید؟ مردم افغانستان شاهد است، آرشیف شما از این مطالب بیشتر دارد. شما در پروگرام مصالحه افغانستان مداخله نکنید، بگذارید که افغانستان خودش با طالب یا با هر کسی که دشمن افغانستان است در پروگرام مصالحه یکتاز باشد. بله، اون چه که رئیس جمهور البته تاکید میکردی است که رهبری پروسه صلح باید خود افغان ها و حکومت افغانستان داشته باشد، اما در اینکه واقعا امریکا و پاکستان نقش در این پروسه دارن و در آوردن صلح در افغانستان دارن، این چیزی است که فکر میکنم شما موافق هستید. بله، ما دای موضوع موافق. ببینید ما یک گپ دیگه تون میذارم. خب فعلا گپای رئیس جمهور، خب گفتن که پروگرام مصالحه باید امریکا اخطار دادن که کسی در پروگرام مصالحه افغانستان مداخله نکنه، افغانا میدانند و مصالحهشان. ببینید و گپ دومی که داشتن جنابشان به ارتباط پیمان امنیتی مواداتش، چه وقت موضوعات جدید بروز کرد در قسمت پیمان امنیتی و امضا نکردن پیمان امنیتی؟ دو روز بعد که آمدن رئیس جمهور ایتو توقع داشتن که این جرگه مشورتی جرگه است که ایتو فیصله میکنن که آنچه که رئیس جمهور ما بخواهد ما همون را تایید میکنیم. ایتو فکر داشتن که در پایان جرگه مشورتی تا نظر میده که ما اینی قرارداد تا حدود به نفع افغانستان میدانیم، اما ما لازم میدانیم که تصمیم آخره در قسمت این قرارداد قبول عدم قبول رئیس جمهور بگیرد، اما اوتر نشد. مردم افغانستان چون که منافع خود مردم میدانند، نه رئیس جمهوری افغانستان، منافع رئیس جمهور افغانستان است که تیمش در قدرت باشه، کاندید مورد نظرش حمایت شوه، اما منافع مردم افغانستانی بود که همین دستاوردهای نیمبند 12 ساله که ما قدرت از طریق یک کارت رایدهی به دست میاریم نه از طریق تفنگ، اینمی زیر سوال نرود. اونا فیصله کردن که در اسرع وقتی امضا شود، اما این برخلاف آرزوهای رئیس جمهور بود. رئیس جمهور فکر کرد که کدام کارت برنده دیگری ندارم. شما صحبت ها را دیدین با چه عصبانیت، عاری از اخلاق دیپلماتیک، حتی عاری از نزاکت های مجلسداری، عاری از تمامی موازین بین المللی، دو بار در ستیج بالا شدن، با کمال عقده به آن طرف خطاب کردن، به او طرف خطاب کردن، معنایش این بود که در کفش رئیس جمهور کدام ریگ داخل شده است. ما بازم میام سر گپ بلخوبی سه. ببینید
ما مردم به همت نیستیم که در این میز گلون پاره کنیم که پیمان امضا شود. اگر غیرت ما رئیس جمهور بالاتر نباشد کمتر نیست. ببینین ما ای تو بر رئیس جمهور میگم، من میگم بلخابی سبه. جناب رئیس جمهور شما میگید که در امضای پیمان امنیتی منافع افغانستان در خطر است. اول خو منافع را تو حق نداری تعریف کنی، منافع را مردم تعریف کرد، گفت پیمان امنیتی به نفع ماست. منافع را پارلمان تعریف کرد، گفت پیمان به نفع ماست. احزاب سیاسی تعریف کرد، گفتن به نفع ماست. مطبوعات رسانه های افغانستان میگویند که به نفع ماست و خودت هم گفتی که پیمان امنیتی به نفع افغانستان است. استاد سیاف یک عالم دینی دیروز مصاحبهش در 8 صبح خواندم، نوشته کردن که پیمان امنیتی به نفع افغانستان است. ببینید حالا امو نفعی را که تو میگویی کدام است؟ بله آقای فردی، یک مسئله را من اشاره میکنم، حالا واقعا شما پیشتر اشاره کردن که به دور از احساسات و عقده های شخصی اگر صحبت نشه، دو شرط را که رئیس جمهور افغانستان داره که یکی قطع عملیات خارجی ها بر خانه های افغانستان است و دوم هم آغاز عملی روند صلح افغانستان با مخالفین مسلح دولت افغانستان. واقعا همین دو شرط کجایش؟ حالا در راستای منافع شخصی رئیس جمهور است و بر ضد منافع ملی مردم افغانستان است اگر این دو شرط از سوی آمریکا پذیرفته شود. ببینید من یک گبرتون میزنم، خوب یک قرارداد زمان حیثیت حقوقی به خود میگیرد که امضا شود. بله صلح در خود قرارداد امنیتی آمده، در مواد قرارداد امنیتی صلح آمده است، ماده صلح. اما چه وقت یک قرارداد حیثیت حقوقی پیدا میکنه که جوانب قرارداد ملزم به عملی ساختن از او باشند؟ زمانی که یک قرارداد امضا شود. گه رئیس جمهور به این به چه میماند که مثل که خود یک خانه را کرا بگیری، قبل از اینکه پولش بدی، قبل از اینکه امضا بکنی، اول بگو یک پنج ما مدعی میشینم ببینیم این خانه اگر خوب بود باز ما کرایه تمید. ما ایتر میگم که اصل لحاظ حقوقی قوانین بین دول الزامات قبل از امضا فاقده اصول حقوقی است. بنابراین اصل لحاظ حقوقی که برای رئیس جمهور کاملا یک گپ غیر واقعی بینانه است. گفتم اگر اون موضوع بسیار جدی بود برای رئیس جمهور نمیگفتن مسئله خانه در آمده نگفتن. آیا خود رئیس جمهور من حیث سخنگوی اوباما امو خط اوباما را در حضور مردم نخوان که امریکایی ها تضمین کردین ما دیگه به خانه های شما داخل نمیشیم؟ اما پس از این در چند مورد پس از برگزاری جرگه تا چند روز پس دیدین که امریکایی ها عملیات را اندازه کردن؟ قبول دارم تا امروز هم چند مورد وجود داره. مفاد قرارداد، اجراعات مفاد قرارداد بعد از سال 2015 است. موادی قرارداد که در حیطه اجرا داخل میشد بعد از امضای پارلمان طی مراحل اداری و فکر کنم تنفیذش بعد از 2015 است. رئیس جمهور قبل از اینکه آب ببینه موزره میکشه، یعنی تا اون وقت اگر امریکای عملیاتی هم را اندازه بکنه توجه میشه. اینو براتون میگم، ما یک گپ داریم بر امریکایا. ببین اگر تو میگی که امریکایی ها عملیات نکنن، ما میگم افغانام نکنن. چرا در قانون اساسی ما نداریم؟ ما در قانون اساسی افغانستان داریم، نه افغان حق داخل شدن به خانه، یک افغان بیگناه را داره. امریکایی را خوب بگذار، هیچ کسی نداره، این در قانون ما مسجل است بدون اذن محکمه. اما ببین عملیات هایی که شده است در اکثرش دولت افغانستان در جریان است. اگر امو صاحب منصب وزارت دفاع جرأت نمیکرد عملیات غوربندم این رئیس جمهور انداخته بود بگردن امریکایی ها. اما او صاحب منصب در ارگر در وزارت دفاع جرأت کرد که عملیات در غوربند به مشوره ما بود. رئیس جمهور و او کسی که از طالب حمایت میکرد در پارلمان آقای خواصی صاحب، اونا این موضوع را ساختن کل ملکی مرده، 12 خانه خراب شده است. اما سایر وکلا مردم اهالی غوربند دیروز یک کلبه و طلوع آوردن نشان دادن که بله چند بیگناه کشته شده است، چند بیگناه شهید شده است که ما به احوال از او تسلیت میگیم و حاضر هستیم که رئیس جمهور غرامت به خون از او بخواهد از امریکایی ها. اما اکثر کسایی کشته شدن طالب بودن، جنایتکار بودن، تروریست بودن. یک موضوع دیگر هم براتون ببین، من میگم رئیس جمهور قرارداد امنیتی به نفع ما نیست، خلاف منافع ملی افغانستان است. نه بیاین ما قرارداد امنیتی امضا نمیکنیم، پاکستان در کمین است، تروریسم آماده است برای برهم زدن نظم نوین در افغانستان، هم نظام از بین میرود، هم نظم از بین میرود، هم جنگ داخلی میشد، هم انتخابات نمیماند، هم قانون به حالت خود نمیماند، هم مردم ما مهاجر میشن. در صورت امضا نکردن قرارداد امنیتی آیا او منافع ملی افغانستان است؟ این کاری که رئیس جمهور نمیکند او را ما منافع ملی افغانستان گفته میتونیم؟ من میگم رئیس جمهور هزار بار نکن، فرموده بلخابی صاحب یک بار در حضور ملت قرار بگی بدیل
بدیل امضا نکردنه بگو، اما یک بدیله که دیروز آقای قهرمان گفتن، من از طلوع شنیدم، بسیار برام تأسف بار بود. و گفتن که رئیس جمهور با کشورهای همسایه و توافق رسیدین که شما قرارداد امضا نکنین، ما در کنار شما هستیم، از شما حمایت میکنیم. پس ببینید دیگه وقتی که تو اشغالگر مزدور بیاد وطن ما را بگیره پاکستانی، ما چرا با بادار پاکستانی قرار دادم امنیتی نداشته باشیم؟ خیلی سپاس، دوباره برمیگردم شما. آقای بلخود، بخشی از حرفای رئیس جمهور که دیروز گفتن آمریکا و ناتو از ما این توقع را نداشته باشند که برای ابد در یک حالت نیمه جنگ و ناامنی زندگی کنیم. ما مانند سایر ملل جان حق زندگی با امن و با عزت داریم و حق داریم که برای آن کوشش کنیم و خود را به آن برسانیم، ولی نه به قیمت جان مردم افغانستان. برای شکستن روان افغانستان و تضعیف روحیه ملی مردم تبلیغات شدید از طریق برخی از رسانه‌ها در جریان است. واقعا چینی نیست فکر میکنین؟ یعنی امریکا تلاش نمیکنه که فشار وارد کنه بالای افغانستان، بخصوص رئیس جمهور کرزی؟ خدمت شما عرض کنیم که امریکایی‌ها در هر جای دنیا، در 40 کشوری که رفتن، هدف از نو مشخص است. اونا یک بالاخره هدف دراز مدت دارن که در اونجا اونا سلطه از اونا یا سایه از اونا باشه بنوی، به خاطر امور رقابت‌های بالاخره در صد بالاخره دنیا که دارن. و در کنار از این شما ببینید که هر جای نارفته نظری توسعه و انکشاف هم داشتن، عملی هم داخل از کشورها که پایگاه دارن، همونجا بالاخره ما میبینیم که اونمونا در این قسمت همکاری کرده و پولای کلان را در اختیار از اینا گذاشته. اما اساس کار جای دیگه است. ما همیشه به قول معروف او بالاخره امید دوست دیلا کرده به خمی گوش مسافر میزنیم. یک مثال معرفی ما مردم هست. حالا ما به نیت از او کار نداریم. شما ببینین وقتی خیلی بچه از او باید کار داشته باشه در عمل از او. وقتی ما که بالاخره این پذیرفتیم در اجلاس بن، بالاخره اینجا اما مقدمات از امضا شد، اینا وارد شدن، شورای امنیت اجازه را داد، در اینجا توریسم برچنده شد، بالاخره کمک های بسیار کلان وارد شد. بس در اینجا است که ما چقدر این ظرفیت سازی کردیم و از این استفاده کردیم. وقتی ما انصافا این اقرار بکنیم که ما افغان ها از این بالاخره ظرفیت پیش آمده هیچ گونه استفاده خوب را نتانستیم، هنوزم در سر بالاخره اما قدم اولی خود ماندیم. در اینجا طبعا بالاخره ما ضعف خود و مشکلات خود، ناتوانی خود را بعد به شکلی به گردن دیگران اندازیم. بله آقای بلخود، از طرف دیگر فشار روانی سوال شما مانده. ببین شما، به نظر ما آمریکا امروز گپ اولی دنیا را میزنه، چی ما بخویم چی نخویم، چی قبول بکنیم چی نکنم. او امروز در بالاخره بیش از 50% دنیا بالاخره او مستقیم و غیر مستقیم متحد است، یا حضوری بالاخره فیزیکی بالاخره اساکیر از اونجا است. و او قدر مهم نیست. اگر او قدر می بود از عراق نمی برآمد. عراق موقعش از موقعیت ما شما افغان ها بالاتر است. ولی وقتی گفتن که پیمان رو ما نمیخوایم، گفتن ما خسته میریم. شما ببین، و اینجا بحث روانی او قدر جدی نیست. ولی شما ببینین جانب آمریکا در چند تا اظهارات قبلا که گفت ما صلح با شما همکاری میکنیم، ولی نمیتونیم یک شبه معجزه کنیم. شما ببینین، ما باید قاعده بازی رو به دست خودمان بگیریم. همین بحث مدیریت سلک است، رهبری بالاخره پروسه مذاکره است. ما چگونه بالاخره از این متحدان خود به نفع خود استفاده بکنیم، ما چگونه ظرفیت سازی بکنیم، ما چگونه بالاخره روند سلح و مذاکره رو مدیریت بکنیم. ما کجا مدیریت کردیم بعد آمریکا قبول نکرد؟ خب یک شمی دیگه، وقتی ما بالاخره امارات کجا بود که اینا میخواستن؟ قطر. وقتی در اینجا ما افغانا قبول نکردیم، خب اونا قبول کردن. ببین شما، حتی در صورتی که حکومت افغانستان خبرم نداشت، امریکا دفتر را اونجا باز کرد. باز دو مرتبه. و یکی از مثال های خوبی که رئیس جمهور داره در قبال عدم صداقت امریکا در قبال مسئله سلی افغانستان، این مسئله قطر است. خب میگم دیگه، یعنی ما یک کمی بجنبیم، ما یک کمی هدفمند باشیم، ما یک کمی ابزاری استفاده نکنیم، ما عمیق باشیم، ما بالاخره آرمانی حرکت بکنیم، ما نظرات مردم. من یک چیز دیگه را بسیار مطرح میکنم. من طرفدار گپای جناب رئیس جمهور هستم، ولی یک چیز تعجب میکنم. درسته میخوای بالاخره که یک قهرمان تاریخی باشه، همین یک افغان، همین هم بالاخره یک قهرمان باشه، چشم بخیل کور.
ولی از یک طرف قهرمانی ثابت کرده، امروز که لوی جرگه مشورتی میگه اینه بالاخره امضا بکن، امروز که بالاخره پارلمان کشور میگه امضا بکن، امروز جامعه مدنی میگه امضا بکن، امروز بالاخره جامعه زنان میگه امضا بکن، جامعه کودکان میگه امضا بکن، مولا امینایی که اومدن همش علما بودن، اینا میگه ما مجبور هستیم، ممکن از لحاظ بالاخره فقهی اما قاعده نفی سبیل اینا خودم هم باور دارم، همه اقشار مختلف جامعه میگه ما بد و بدتر، به تعریف بالاخره بد و بدتر از اینکه ما سبا یک عقبگرد تاریخی بگیم، جنگای خانمان ساز داخلی گروه های تکفیری افراطی بالاخره در جبهه ما مجبور هستیم که امی پیمان رو بپذیریم، ولی زیر دل ما امی از لحاظ ایده و ایدئولوژی و فقه و بالاخره دین سازگاری نداره، ولی به خاطر مصلحت امروز به خاطر ببینید امی گپاره که میزنه جناب رئیس جمهورم یکی از این مردم بگه آ مردم من مخالف هستم قبول ندارم، چون شما میگین من یکی از شما سپاسگزارم. راههایی وجود داره که بالاخره ما باید چه کنیم، هم به قول معروف که دل یار نرنجد هم بالاخره لال به دست. سپاسگزارم. پس از وقفه کوتاهی دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید. حالا در نهایتش ادامه این کشوگیرها و تنش‌هایی که بین افغانستان و آمریکا بر سر امضای قرارداد وجود دارد، واقعا چی پیامد و سود و زیان برای افغانستان دارد و این مسیر به کجا منتهی خواهد شد؟ آقای بلخوی، خدمت شما عرض کنیم که ما به نظر میاد که جناب رئیس جمهور ممکنه که تشخیص از او و تفهیم از او و درک از او، چون رئیس جمهور هست همونطور که او دیروز اشاره داشت روزی دوچی که ما واقعیت های را میفهم از پشت پرده با توجه به همو نگرانی که داره، ولی یک چیزی هست که افکار عمومی و اذهان عمومی و وضعیتی که ما و شما در تحولات عجیب پیش رو بالاخره انتخابات داریم و انتقال داریم، صفر شده نیروهای خارجی را داریم، مثلا بحث های بالاخره جدی در قسمت داریم، با توجه به مراجعه به افکار عمومی، مراجعه بالاخره به اذهان عمومی و گذاشتن به گردن مردم و ملت، این در دنیا معموله، این عرف بین المللی است، بین الدول است، عرف بالاخره حقوقی است که وقتی در یک بزنگاهایی که واقعا دچار یک بنبست مثل ما که فعلا چند ماه شده گیرستیم مراجعه میکنن به اذهان عمومی و بالاخره افکار عمومی، یعنی مسئولیت یک فرد و ده فرد به عهده نمیگیره، بلکه امیر میگذارن به عهده عمو ملتی که در اونجا هست و فایده از این امینم به گردن مردم باشه و ضرر از اینم. یکی از راهای بسیار متین و بسیار معقولی که ما را از این بنبست بالاخره از این وضعیت بسیار نگران کننده از این تشویشی که مردم ما شما داره بیرون کنه همین هست، ببین بالاخره ما بالاخره به افکار عمومی مراجعه میکنیم، چه میخوان مردم، بعد میخوان به خودشان میخوان منافع خودشان خوبم میخوان، ولذا ما بعد بالاخره این بنبست بشکنیم و راه حل پیدا بکنیم، این به مسئله مردم ما شما نیست، به مسئله نظام ما نیست و به مسئله که ما شما انتخابات را که همه ارزش های دموکراسی منوط و وابسته به یمی انتخابات پیشوره است به یست ایران. آقای بلخوی، یک سوال هم در ادامه صحبت های شما البته در ذهن بسیار مردم افغانستان مطرح است که حالا ذهنیت عمومی در افغانستان است که پیمان باید امضا شود به سود افغانستان است، اما سوال یک مطرح میشه واقعا چی تضمینی وجود داره که این گونه مردم افغانستان طرفدار پیمان هستند و دفاع میکنند نیازهای افغانستان، احزاب که شما اشاره کردید، پارلمان، چی تضمینی وجود داره که پیمان به سود افغانستان باشد و باعث صلح و امنیت در افغانستان بشه؟ این بسیار مشخص است، این شما ببینید، شما این گزینه‌های از بسیار روشن است، یک موضوع اقتصادی است، موضوع تمویل است، موضوع تجهیز است، موضوع اینمی معاشات و اباطه و یاشه بالاخره از سکتور امنیتی ما خودت گرفته از وزارت دفاع داخلی امنیت بالاخره عمومی تا پایینه و موضوع بالاخره خود نفس حضور بالاخره نیرو در اینجا است، با توجه به اینکه دشمن ما القاعده تروریست گروه های مخالف هنوزم برجسته تر حضور دارن، اینا بهترین دلیل هست بر مردم، مردم هم که حالا پناه بزی میپاله به دلیل از هست که میگه اون مخالف ما هنوز وجود داره، اون القاعده وجود داره، اون تروریست وجود داره، یعنی ناریزا بالاخره در کو و کمر وجود داره، شما میبینید که بالاخره این عملی که در وزیر اکبر خان شد از هفت بالاخره کمربندی میگذره در بهترین شهر مرکز کابل که جای بالاخره دیپلماتیک هست، به سبب سادگی این یک انفجار عادی نیست، ایجب اصلی هست، مواد منفقی کلان هست و بالاخره در اینا همش نگران کننده است، اینا بهترین حرفی است
که مردم مجبور میشن، میگن که ما چاره نداریم، میگه از مردن کرده گوشت خر خوردن بهتر. خیلی سپاس آقای فرید. در پای پایانی ما شما واقعا فکر میکنین مسیر این تنش‌هایی که اخیرا بین افغانستان و آمریکا به وجود اومده به کجا منتهی میشه و راه حل برون رفت از این بنبست و این تنش چی است؟ به نظر ما بهترین راه بیرون رفت از این تنش مشوره است که عام مردم افغانستان در جرگه مشورتی به رئیس جمهور افغانستان دادن و بعدن مهمترین نهادی که این مسئولیت میپذیرد پارلمان افغانستان است. اگر رئیس جمهور ما معتقد به تقسیم وظایف و به اصطلاح تجزیه قوا در افغانستان باشد، بگذارد مسئولیت پارلمان افغانستان تا خودش ایره یک موضوع حیثیتی نداند که سبا روز به گفته خودش مثل عبدالرحمن خان یا ششاش یا محاکمه شود. بر از طریق راه های مشروع قانونی که ما در افغانستان داریم این مشکل حل میشه. من یک گفت دیگرم براتون میگم، ببینید ما میگیم امریکا با ما صلح بیارد، امریکا معاش سربازای ما رو بده، امریکا با ما امنیت بیاره، امریکا جلوی مداخلات بیرونی در افغانستان بگیرد. آیا خود رئیس جمهوری افغانستان که خود یک رئیس جمهور منتخب میگویند یه چه کار هستن؟ و اینو کدام آقا هستن که برای مردم میگن انتخاب شدین، امتیازات بالا را میگیرن، تمام قدرت را در حیطه صلاحیت خود حفظ کردین و هیچ نوع ارزشی به ملت افغانستان هم قائل نیستن و دیگرا گفته خودشان شیر هستن بیارن و این شیر بخورد و خودشان هیچ کاری نباشن. آیا مسئولیت دارن خود از اینام در یک بخش از کارا یا نه؟ نکته دیگر ببینین، ما تشکر میکنم از شورای عالی صلح. ببینین ما، البته که ما میگویم هدف ملت افغانستان است، بزرگترین شخصیت به خاطر اخلاصش به صلح و امنیت در افغانستان از دست دادیم که او پروفسور استاد برهان الدین ربانی بود، رهبر مردم افغانستانه، رئیس جمهور افغانستانه. به خاطر چی؟ به خاطر خواست رئیس جمهور از سفر برگشتن با یک طالب جنایتکار تروریسم ملاقات کردن، هدفشون بود صلح در افغانستان بیاد. ما او را شهید ساختیم، ما مخلص هستیم در راه مصالحه، در راه آمدن صلح. اما ما قبول کنین، جدی میگم خطاب به شورای عالی صلح، که رئیس جمهور از صلح می خواهد ابزاری استفاده بکند، صداقت به کار برادرایی که در شورای عالی صلح کار میکنن صادق نیست و اخلاص به او ندارد. به خاطر اخلاص ندارد. شما می دیرون مثلا رئیس جمهور میگه که امریکا با ما صلح بیارد، درست امریکا با شما صلح بیارد، و تو بزرگوار خود دیروز گفتی که دشمن ما معلوم نیست، خب با کی صلح بیارد امریکا؟ تو اول تعریف بکن رئیس جمهوری افغانستان از وظایفت است که دوست افغانستان کیست، دشمن افغانستان کیست، اخلال امنیت عامه در افغانستان کی میکند، نظم اجتماعی را برهم کی میزند، طالب. تو که طالب دشمن نمیگویی، پس دشمن تعریف نشده است. امریکا با کی صلح بیارد که او دشمن تو است؟ تو اول دشمن خود اقلا عمق وظیفه خود داری، بسیار زیادی که فکر میکنی که خدا دنیا را پیدا کرده به خاطر خدمت با آقای کرزی. تو آقای کرزی دیگه کار اگه نمیکنی بگو دشمن محمد است که با امریکا. اما رئیس جمهور دیروز به صراحت اشاره کرد طالبان افغان ها هستن که امریکا اونو را اغوا میکنه و در مقابل حکومت افغانستان میخزونه. بس فکر کنین، وقت با عمود دشمن، با عمود دشمنی که اغوا میشه تو را میکشد، اونم طالبه که تو چطور برادر میگویی؟ امی خودت چطور برادر میگویی؟ ببینین وقتی کور امریکا اغوا میکند، چطور تو تضمین داری صبح بیای در پروگرام مصالحه تو باز روسیه رو اغوا نکند؟ نه، گپ غلط است. قسم به خداست که رئیس جمهور دشمن خودم بشناسه، طالب هم بشناسه، تروریست هم بشناسه، فقط چند گپ است. رئیس جمهور پایگاه اجتماعی ندارد. متاسفانه بیشتر طالبان در افغانستان متعلق هستند به یک قوم غیور و غیرتمند و با شجاعت افغانستان که پشتونای افغانستان است، و بیشتر جنایت هم طالبان در حق اقوام پشتون ما انجام دادن، بیشتر جنایت هست. فقط این میگه که بیا ما از طالب دلجویی بکنم، اقوام پشتون خوش میشن. اقوام پشتون ابدا به قاتلین خود، به دلجویی قاتلا خوش نمیشن، و رئیس جمهور بازنده اصلی مردم است، میدان است، و در کنار رئیس جمهور
بازنده مردم افغانستان است که یک چیزی که به دست آورده میرند دست میده. سپاسگزار هستم. در پایان هم سپاسگزار هستم از حضور مهمانان برنامه آقایان مولانا فرید آقای امور سیاسی و سید حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان. از شما بیننده های عزیز هم سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی در همین فرصت خدا نگهدار.